مرد باید خوش اخلاق باشد، اما زن باید در مقابل نامحرم متکبر باشد و بد اخلاق. اجازه نده که نامحرم هرچی دلش میخواد بگه، سبک بازی داره، اینقدر با ابهت داشته باشه. مرد باید شجاع باشد، زن باید ترسو باشد. نه از موش و از سوس بترسد، از نامحرم بترسد، از تنها بودن در جایی که نامحرمه بترسد، از شب بترسد. شب میشه تنها، نیاد بیرون. خانوما و دختر خانومایی که تیریپ پسر شجاع به خودشون میگیرند و میگن ما 100 تا مردیم، اینا اشتباه میکنن، اینا تربیت قرآنی نیستن. اینا میخوان بگن ما از رسول الله بیشتر میفهمیم، همین هم بیشتر چوب میخورن. و سر همین خانمایی که فکر میکنن شجاع بازی در بیارن، خیلی خانمند و آپدیتند و بروزن، سر همینه بیشتر از بقیه کلا میره. زن باید مطیع امر خدا باشد. شما باید قیم محکم، نگذاری زنت کج بره، از نظر اخلاقی، از نظر عاطفی، از نظر روحی، از نظر ایمانی، نگذاری به افراد و تفریط کشیده بشه. در یک روایت داره خانما اومدن محضر رسول خدا در مدینه، سجده کردن بر خاتم الانبیا، سجده کردن، رو خاک افتادن. پیغمبر عصبانی شد، ناراحت شد، اما پاشید، خجالت بکشید. سجده بر غیر خدا حرام است. اگر قرار بود شما به کسی سجده کنید، باید به شوهراتون سجده میکردید، چون مرد خدای دوم زن است، قال رسول الله. اما آقایون از این روایت سوء استفاده نکنید، خدای دوم است، نه داعش دوم، خدای دوم، نه چماق دوم، خدای دوم، نه ارباب دوم، خدای دوم، نه ظالم دوم، خدای دوم است. خدا کریم است، شما هم باید کریم باشید. خدا ستار است، شما هم باید ستار باشید. خدا غفار است، شما هم باید غفار. خدایی کنید. خدا کدوم صفاتش بد است و رذیل است؟ خدا تمام صفاتش ثبوتیه و عالی است. شما هم باید خدای دوم باشید. هر صفتی خدا دارد شما هم داشته باشید. چقدر خدا غفوره، چقدر رحیمه، چقدر رحمانه، چقدر کریمه. شما هم باید خدای دوم باشید برای زن بچه‌تون. مهربان ترین مرد عالم باید باشید، کریم ترین مرد عالم در حد توانتون باشید. مرد اینه. و اگر مرد مرد باشد و زن زن باشد، مرد به وظیفش عمل کند، زن به وظیفش عمل کند، آمار طلاق بالا که نمیره، هیچ، به صفرم میرسه. مواظب باشید کلا سرتون نگذارن خانوم ها، کلا سرتون نره که تساوی زن و مرد. این تساوی زن و مرد به ضرر زن است، به ضرر زن است. زن تا دختر است و خونه پدر است، نفقه خور باباست. وقتی هم میخواد ازدواج کند، باید بیان نازشو بکشن. حضرت آدم زیر یه درختی تو بهش خوابیده بود، وقتی بیدار شد دید یکی شکل خودش اما خوشگلتر از خودش، اون ورتر نشسته. به خدا گفت خدا این کیه؟ گفت این حواس، برای تو خلقش کرد. بعد نشسته بود، به حوا گفت بیا، بیا پیش من، چون من زودتر از تو خلق شدم و تو از من خلق شدی. خدا فرمود اوی صبر کن، بیا اینا نداریم، تو باید بری. به حوا فرمود بشی سر جات، او باید بیاد خواستگاری تو، او باید از تو احساس و ابراز نیاز کند، تو باید ناز کنی، آدم باید ابراز نیاز کند. از اینجا خواستگاری شروع شد طبق دستور خدا. زن باید ناز کنه. دخترایی که تو خیابونا دنبال شوهر میگردن، اینا نمیفهمن. دخترایی که تو اینترنت دنبال شوهر میگردن، اینا نمیفهمن قیمت زن یعنی چی. این که سر سفره عقد هی عاقد بیچاره میگه عروس خانم وکیلم، میگن عروس خانم لدن گل بیچینن. یه بار دیگه بخونیم، دوباره میخونه مهر و سنه فلان فلان فلان،
عروس خانم به من وکالت میدهید که شما را عقد دائم برای آقای فلان وکیلم؟ نه، رفتن گلاب بیارن. ای به عروس خانم هم ننه یه نشکون میگیره، میگه زود نگوید بالا آبرومون میره، هیچی نگو. یه سه بار چهار بار بعد میگن عروس خانم وکیلمه، میگن معطل نکنید آقا را. خانم میگه آقا جونشون بیان. پدر بزرگ میان میگه دخترم مبارک باشه، بگو بله. عموشون بیان، عمو جان بگو بله، بگو. داییشون بیان، دایی جان مبارک باشه بگو. باباشون بیان، داداش بزرگشون بیان. چه دیگه معطل میکنن؟ برای که این زن بله گفتنش خیلی مهمه. مرد نباید زود برسه به عشقش، اما دختر باید وقار داشته باشه، زن باید شأن داشته باشه، زن باید شخصیت داشته باشه. چرا اسلام میگه خانم نباید عشوه‌گری کنی، دلبری کنی، جلوه‌گری کنی، خودنمایی کنی تو خیابون؟ تمام دلبری‌ها و جلوه‌گری‌هات فقط مال محرمته و شوهره. چرا؟ برای اینکه تو حلبی نیستی، طلایی. برای اینکه مالک تو شوهر توست، برای اینکه تو خیلی شخصیت داری، میدونی تو کی هستی؟ اینا مشکل ما با بعضی از خانوما و دخترها اینه، اینا قیمت کیف و کلاهشون رو میدونن اما قیمت خودشون رو نمیدونن. برای چی تو این پیاده رو ول میگردی دخترم؟ تو رو خدا خلق نگرده ول بگردی تن نازی کنی. چرا قدر خودتو نمیدونی؟ چرا اینقدر بدبختی و بیچاره ای؟ چرا خودتو اینقدر لح میکنی؟ چرا نمیفهمی تو کی هستی؟ چرا اینقدر جلف بازی در میاری؟ چرا اینجوری آرایش میکنی وایمسی دم خیابون که هر کی رد بشه به اولین نگاه فکر میکنه تو خودتو درست کردی که بیای خود فروشی کنی؟ این چه قیافه که درست کردی برای خودت؟ چرا خجالت نمیکشی؟ از خودت چرا خجالت نمیکشی؟ چرا قیمت خودتو میاری پایین؟ چرا اینقدر خودتو له میکنی؟ چرا نمیفهمی مقام داری و شأن داری؟ چرا نمی